خب بریم یه خورده راجع به موس صحبت بکنیم. این اشارگری که شما الان دارین رو صفحه مشاهده میکنین، ما بهش میگیم پوینتر موس یا اشارگر موس. موس این ابزاریه که این کنار ما هست، یا حالا از پد لپتاپ دارین استفاده میکنین یا از موس دارین استفاده میکنین، و هر چقدر که این رو تکون میدین، این رو هم این هم توی دسکتاپ و هر صفحه که هستین تکون میخوره. اما ما چند نوع کلیک داریم داخل موس. یه تک کلیکه، بهش میگیم کلیک. یعنی چی؟ یعنی میگم آقا بیا رو دیسپیسی کلیک کن، میام رو دیسپیسی یه دونه کلیک میکنم. نکته، وقتی میگیم کلیک، موس ما دوتا کلیک داره دیگه، یه کلیک سمت راست داره، یه کلیک سمت چپ. ما همیشه وقتی میگیم کلیک کن، یعنی کلیک سمت چپ کن پیش فرض. چرا؟ کلیک سمت راست بچه ها هیچ وقت کلیک نمیکنه، همیشه یه چیزی هم با خودش باز میکنه. ببین مثلا من رو دسکتاپ کلیک سمت راست بکنم، یه چیزی باز میکنه. کلیک سمت راست مخصوص تنظیماته. من بخوام یه جایی یه کاری بکنم، ویوی عوض کنم، سورتی بکنم، فولدری بسازم، پس من وقتی میگم کلیک، منظورم کلیک چپه. میگم آقا بیا رو دیسپیسی کلیک کن، یه کلیک چپ، این میشه یه کلیک، یا حالا کلیک راست یا حالا کلیک چپ. اما چیزی که باعث میشه نرم افزار اجرا بشه یا ویندوها باز بشن، دابل کلیک، یعنی کلید دوباره، یعنی دوبار کلیک کنیم. مثلا من میخوام رو دیسپیسی کلیک کنم باز شه، اگر یه دونه کلیک کنم اتفاقی نمیفته، دوباره بیام یه دونه کلیک کنم هیچ تفاوتی رخ نمیده. اما اگر بیام روش دابل کلیک انجام بدم، یه بار دیگه ببین، من اومدم روش دابل کلیک، صدای موس رو گوش بدین، دو بار کلیک کردم، یه پروسسی انجام شد و اون فایل من باز شد. پس ما به این فرایند میگیم دابل کلیک. خب علاوه بر این دابل کلیک، گفتیم راست کلیک و چپ کلیک هست که کلیک خالیه. یه نکته ای هم اینجا بگیم، کلا میخوایم راجع به ویندوز ها اینو بگیم، بعد میریم سراغ تنظیمات موس. ببینیم ما هر جایی که بخوایم لاگین بکنیم، یعنی هر جایی بخوایم وارد بشیم، مثلا ویندوز یه نمونهشه، حالا من نمیتونم فیلم بگیرم از صفحه لاگین، اما ویندوز یه نمونهشه، از ما یوزر پس میخواد. بذارین پینت رو باز کنم. رو پینت من اینو خیلی ساده نشونش بدم، قطعا همه دیدین تو هر سایتی برین تو لاگین بخوایم بکنین، دوتا مستطیله، خب بالایی از شما یوزرتون رو میخواد، پایینی پسورد رو میخواد. این دوتا خیلی کاربردیان. چرا کاربردیان؟ یکی واسه لاگین کردن، یعنی وارد شدن به سیستم عامل. سیستم عامل ویندوز همینجوری نمیذاره کسی وارد بشه. خب حالا مثلا لپتاپ من مثلا چشمید میبینه، میاد صورت منو میبینه، لاگین رو انجام میده. اما تقریبا میشه گفت همه سیستما دارای یوزرنیم پسوردن. یعنی میگه آقا یوزرنیم چیه؟ میگم یوزرنیم من امیر حسینه. خب میگه اوکی، آیا با داشتن یوزرنیم همه میتونن وارد حساب شما بشن؟ یکی بیاد شماره کارت شما رو به بانک بده، بگه آقا من شماره کارتم اینه، طرف بانکیه میگه اوکی هر چقدر پول خواستی ببر؟ نه، باید پسوردش هم داشته باشه. پسوردش چیه اینجا؟ مثلا پسوردش هست 1 2 3 4 5 6. پسورد رو میزنم. معمولا شماها که این تجربه رو دارین، پسورد چجوری نمایش داده میشه؟ دقیقا با ستاره. یعنی من بزنم 1 2 3 4 5 6، اینو میبینم. چرا این کار میکنن؟ که کسی که اونور نشسته، کنار شما نشسته، نبینه. بعد کنار این حالا مثلا یه علامت سبز رنگی مثلا ممکنه باشه اینجا برای ورود، میزنید و وارد میشید. این میشه یوزرنیم پسورد. دیگه کجاها کاربرد داره؟ مثلا وای فای. این علامت رو تو تسکبار نگاه کنین، این علامت وای فای، من روش میزنم، میگه این وای فای ها اینجا وجود دارن. هلو که وای فای منه، مثلا نورمیتیو، ام ای اس اچ، موبین نت، تندا، چیزهای مختلف اینجا هست. میگه میخوای به اینا وصل شی؟ اینا یوزرنیمشونن. میگه میخوای به نورمیتیو مثلا وصل شی؟ من میگم آره آقا وصل شو. میگه خب حالا رمزشو بزن. رمزشو هرچی که بزنم، شما دارین نقطه های سیاه میبینید. کنار این رمزا
یه علامت چشم اینجا هست. اگر علامت چشم شما روش بزنین نگه دارین، میتونین چیزی که وارد کردین رو ببینین، یه چک بکنین، بعد نکست رو بزنین بدین. مثلا من میگم آقا این رمزش، میگه مطمئنی؟ حتی اینجا نمیگه مطمئنی، اینجا میپرسه، سوال میپرسه، حالا ما اینو میزنیم، یه چک میکنه و احتمالاً بگه که بله یه اشتباهه. حالا این مثلا اینترنت همسایه‌مونه، من رمزشو که بلد نیستم، همینجوری الکی یه چیز زدم، گفت آقا اشتباه. به هلو چی میتونم واسشم؟ کانکت. بله. چرا دیگه از من رمز نمیخواد؟ چون قبلا رمز داده بودم و الان تنظیماتش انجام شده، میگه کانکتد، اینترنت هم اینجا وصل شد. اینم از این. اما چجوری به تنظیمات موس دسترسی داشته باشیم؟ ما میتونیم توی اینجا توی سرچمون بنویسیم موس. وقتی بنویسیم موس، یه ماوس سیتینگز میاره، روش میزنیم، اینجا تنظیمات موس رو میاره. اینجا رو نگاه بکنیم، بعد بریم یه جای دیگر هم ببینیم. موس سیتینگ رو میزنم، میگه پرایمری باتن تو بگو کدوم باشه، لفت باشه یا رایت. من میگم لفت، یعنی سمت چپم هم میخوام همیشه کلیک کنه. کرسر اسپید، میگه سرعت نشانگرت چقدر باشه. من سرعت رو کم میکنم. خب الان نگاه کنید، من میخوام موسم رو تکون بدم. من واقعا خیلی دارم تکون میدم و این داره کند حرکت میکنه. خب حالا بگم بیا سرعتت اینجا، ببین من یه کوچولو تکون میدم انقدر میرم، ببینی کاملا سرعتم زیاد شد. حالا مثلا سرعتش رو 14 بود، میذارم همون 14 بمونه. این سرعت رو هر چقدر که دوست داشتین میتونین زیاد و کم کنین. یه چیز بینابین بزنین، اگه سرعتش خیلی زیاد باشه، شما یه تکون که میدین اینجوری میره ته صفحه. خب ما اینم نمیخوایم دیگه. رول ماوس ویل تو اسکرول. آها، ما یه سری اسکرول بار داریم. مثلا کجا اینو ببینیم؟ مثلا بذار ببینیم ما تو اینا ما میتونیم اسکرول کنیم. آره، اینجا رو نگاه کنین، ما به اینایی که اینجوری میتونیم تکونشون بدیم بیاین پایین صفحه بالای صفحه میگیم اسکرول بار. خب اینو حالا قرار بود تو ویدیو بعدی بگیم ما و میگیم هم، ولی حالا اینجا الان نیاز شد من بهش اشاره کردم. این اسکرول بار رو من میتونم با اسکرول های موس هم انجام بدم. موس هم یه دونه اون وسطش اسکرول داره، میتونم با اینا این کارو انجام بدم. اون تنظیماتی که اینجا نوشته واسه اینه. How many lines do scroll each time، میگه با اسکرول چقدر بره، که حالا اینجا مشخص کرد و اینم از این. یه گزینه اینجا داره adjust mouse and cursor size، روش که میزنم میگه سایز موس چقدر باشه، میتونم سایزشو زیاد کنم. همین change pointer color، از اینجا هم میتونین کالرشو اگه خواستین تغییر بدین. مثلا اینجا یه کالر بنفش انتخاب کنین، بیایم سایزش رو هم زیاد کنیم. بله، این موس من از این به بعد، من از این به بعد از این موس استفاده میکنم. مثلا میتونم بین اینجا سایزشو کاهش بدین هر چقدر که بود و رنگش هم تغییر بدین همونی که بود. من حال با این سفیده بیشتر حال میکنم، همین سفیده رو میزنم. اینم از تنظیمات موس. اما اینجا یه ادیشنال موس آپشن هم داره که ما رو وصل میکنه به اینجا. الان میریم سراغش. اما یه جای دیگه ای که میتونیم به تنظیمات موس دسترسی داشته باشیم، کنترل پنل. کنترل پنل رو دسکتاپ من هست، اگر نبود میتونین از اینجا پیداش بکنین، اگر اینجا هم نبود میتونین سرچش بکنین کنترل پنل، چون برای هر کی خصوصی سازی شده، من آوردمش رو دسکتاپ. کنترل پنل برای اولین بار که میان این شکلیه، منوها خیلی کلیه. از این ویو بای بالاش میتونین انتخاب کنین لارج آیکونز، آیکونای بزرگ، یا اسمال آیکون، آیکونای کوچیک. من لارج آیکون رو میزنم، میام از اینجا موس رو پیدا میکنم. اینها یه تنظیماتی باز میشه که اونور باز شده بود. اینا چی هن؟ خیلی سریع بریم. این اسپیده همون اسپید سرعته، پرایمری کی دقیقا همون لفت و رایته، خیلی هاش تکراریه. پوینتره مثلا اینجا پیشرفته تره. چرا پیشرفته تره؟ بروز رو که بزنین اینجا میتونین شکل پوینترتون رو عوض کنین. الان پوینترم اینه، رو حالت نانه. خب بروز رو که بزنید، خب انواع پوینترها رو اینجا داره. یعنی مثلا شما میتونی بگی من میخوام موسم چه شکلی باشه، میایم پایین سرچ میکنی، خیلی چیزهای مختلفی داره. مثلا مداد داره، پن، خودکار، میتونی بزنید رو حالت پن. همونجور که میبینیم پسوندش هم سی و آره، حالا راجع به پسوند بعدن صحبت میکنیم، ولی حالا اونایی که مطلع هستن همینجا میتونن بهش دقت کنن. من اگر بزنم رو پن، اوپن رو میزنم، اپلای رو میزنم، بله موسم اینه، میبینی موسمش. چجوری برگردونم به حالت اول؟ یوز دیفالت رو میزنم، اپلای، برمیگرده همونی که بود.
فقط یه خورده اندازش بزرگ شد. پوینتر آپشن، اینجا میتونین اسپید رو مشخص بکنین. اگر این رو بزنین برای ماست دنباله درست میکنه. حالا میتونین اینها رو از اینجا مشخص بکنین. من این رو برمیدارم و این تنظیمات دیگه که اینجا هست کاری باش نداریم، سرعت رول، هاردورش و این پوینترهایی هم که اینجا گفتیم. پس من یه بار مرور بکنم خیلی سریع که تنظیمات موس، یکیش از کنترل پنل اینجاست، یکیش هم اینه که من بیام اینجا موس رو بزنم، تایپ کنم، موس سیتینگ برام باز شه و اینجا به این دستورات دسترسی داشته باشم. اجاست موس ان کرسر سایز هم که بزنم میتونم اندازش رو از اینجا مشخص بکنم. الان اندازه من یک، رنگی هم براش ندادم. این هم از تنظیمات موس. خیالتون هم راحت باشه چه از اینجا موستون رو تغییر بدین چه برین تو اون تنظیمات تغییر بدین، یه دیفالت داره یا یه علامتی اینجا داره که راحت میتونین برش گردونین به حالت اول. به خاطر همین حتما برین چک بکنین، یه خورده باش کار بکنین، انواع مختلف موس رو از اینجا از پوینترز تست بکنین، ببینین کدومش مد نظرتون هست و استفاده بکنین.